در اواخر قرون وسطا در اروپا جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای به اوج خود رسیده بود. مردم به رهبری کشیشا و کاردینال‌ها همدیگر رو می‌کشتند. از بین بردن مخالف‌های عقیدتی راهی برای پاسداری از ایمان و حقیقت به شمار می‌رفت. در اون زمان عده‌ای هم پیدا شدند که می‌گفتند پاسداری از حقیقت به هر قیمتی خوب نیست. چه ایرادی داره که مخالفان عقاید ما هم نه تنها کنار ما باشن و زندگی کنن، که از همه امتیازهای سیاسی و اجتماعی به صورت برابر بهره ببرن؟ این دست از متفکرا و روشنفکرا که طرفدار مدارا با عقاید مخالفا و دفاع از آزادی عمل و عقیده بودن، لیبرال به معنای آزادی خواه لقب گرفتن. لیبرال ها در هر دعوایی طرف آزادی رو می گرفتن. ایده لیبرالیسم به تدریج از مرزهای اروپا فراتر رفت. در آمریکا توماس جفرسون، نویسنده اصلی اعلامیه استقلال آمریکا و سومین رئیس جمهوری این کشور، گفت: هیچ ضرری به من نمیزنه اگه همسایه من بگه نه یک خدا که 20 خدا وجود داره. یعنی سیاست رو میشه از اعتقادات مذهبی و عقایدی از این دست جدا کرد و برای ساختن جامعه دموکراتیک لازم نیست همه شهروندا درباره مسائل بنیادینی مثل دین توافق داشته باشند. مراقب آزادی باش. حقیقت خودش از خودش مراقبت میکنه. این عنوان یکی از آخرین کتابهای ریچارد رورتی، فیلسوف برجسته قرن بیستم آمریکاست. ولی مرز آزادی کجاست؟ طبیعیه که حتی لیبرال ها هم نمیگن آزادی باید مطلق باشه. با این همه خط قرمز لیبرال ها با دیگران فرق داره. مثلا اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن مگر اون که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشه. اما از نظر لیبرال ها مهمترین مرز آزادی خود آزادیه. یعنی من تا جایی آزادم که به آزادی تو لطمه نزنم. ارزش های بزرگ مثل آزادی، عدالت و برابری لزوماً در عمل با هم سازگار نیستن. لیبرال ها کسانی هستند که در تضاد بین ارزش های مطلوب بشر به آزادی وزن بیشتری میدن. اونا میگن آزادی لیبرالیستی به حقانیت و اصالت فرد منجر میشه. جامعه به مثابه کل نمیتونه فرد، حقوق و آزادیهاش رو نادیده بگیره. هیچ مصلحت یا حقیقتی اونقدر مهم نیست که فرد رو پای اون قربانی کنیم. لیبرال ها به هر قدرتی که بخواد ارزش ها یا قواعدی رو بر فرد یا افراد تحمیل کنه مزنونن. به ویژه به دولت ها که قدرتی ویژه دارند. لیبرال ها نمیگن دولت اصلا نباید باشه، ولی معتقدن ابزارهای اعمال قدرت دولت مثل پلیس، ارتش، اداره مالیات و زندان میتونه تهدیدی برای آزادی و فرد قلمداد بشه. پس باید بر هر دولت یا قدرتی نظارت کرد و به اون بدبین بود. آزادی، حقوق فردی و نظارت بر دولت بدون حکومت قانون ممکن نیست. اولا محتوای قانون باید در جهت حفظ ارزش‌های لیبرال باشه و ثانیا باید دستگاه و سازوکارهایی برای اعمال این قانون وجود داشته باشه که حتی دولت‌ها هم در برابر اون مسئول باشن. در نظام لیبرال دولت و شهروندان باید به یک سان قانون رو رعایت کنن و شهروند باید بتونه حق خودش رو از دولت به صورت قانونی بدون نیاز به شورش و نافرمانی بگیره. شهروندان هم فارغ از جنسیت و رنگ و نژاد و عقیده در پیشگاه قانون برابرن. یکی دیگه از ارزش‌های مهم لیبرال ها عدم خشونته. هر جامعه‌ای عرصه تضاد منافع است، ولی این تضاد منافع از نظر لیبرال ها میتونه از راه های مسالمت آمیز و بدون توسل به خشونت حل بشه. حالا با توجه به اینکه هر شهروند به تنهایی در برابر دولتی با اون عظمت و پیچیدگی قدرتی نداره، چه چیز باعث میشه دولت از امتیازها و اقتدار خودش سوء استفاده نکنه؟ پاسخ این پرسش جامعه مدنی نیرومنده.
جامعه مدنی یعنی تشکل‌ها، سازمان‌ها، نهادها و گروه‌هایی که شهروندا به طور خودجوش و مستقل از دولت تجهیز می‌کنند تا مسائل عمومی خودشون رو از بهداشت و آموزش تا محیط زیست و حقوق شهروندی پیگیری کنند. جامعه مدنی به افراد توانایی میده که مصلحت خودشون رو اونطور که خودشون تشخیص میدن، نه اون شکلی که دولت‌ها می‌خوان دنبال کنن. و از این طریق مانعی قوی در برابر دسترازی‌های دولت به آزادی و حقوق مدنی افراد بسازن. از اونجا که لیبرال‌ها به دولت بدبینن، میگن هر چقدر دولت در بازار اقتصادی بیشتر مداخله کنه، فقر در جامعه گسترده‌تر میشه و تواناییش برای محدود کردن آزادی و زیر پا گذاشتن حقوق افراد بیشتر میشه. لیبرال‌ها طرفدار بازار آزادن. جایی که دولت از امتیازهای انحصاری اقتصادی برخوردار نیست و رقیبی برای بخش خصوصی به شمار نمیره و برای اون تعیین تکلیف نمیکنه.